باشم و با شما مشارکت بکنم. من همیشه که اروپا میام یک آرزوی همیشه که دارم که برنامه هم طوری بشه که هامبورگ هم یه سری بزنم، برادران رو ببینم، عزیزان رو ببینم، پاستور عزیز و همسر عزیزشون رو و دیگر خادمین رو ملاقات بکنم و این افتخار است برای من. و امروز هم در خدمت شما هستم و امیدوارم که برکت برای همه ما از آسمان جاری بشه. من فقط یک مجرایی باشم و سخنگو رول قدوس باشه. اتفاقا اینجا که سرود میخوندیم من یه فکری داشتم برای موعظه که باید امروز میکردم و رول قدوس گفتش که این موعظه رو برعکس موعظه کن. اون چیزی که در اعلانیه نوشته شده سه بالا خانه و چهار مکان، گفت نه برعکسش رو موعظه کن، اول چهار مکان بگو بعد با سه بالا خانه تمومش کن و باید اطاعت بکنم. و سعی میکنم خیلی مختصر و مفید این دو پیام رو، اول از عهد عتیق و بعد عهد جدید رو، چون مناسبت داره با روز پنتیکاستی که هفته گذشته جشن گرفتیم، با اون تموم بشه. از طرف خودم، از طرف شبکه تلویزیونی آی سی نت به همه شما عزیزان خوش آمد میگم و تشکر از تک تک شما برای حضورتون اینجا. البته یکی از اعضای قدیمی شما که الان کانادا با ما خیلی نزدیک و دوستی و رفاقت خیلی خاصی دارن، اونم الهام عزیز هستش. این برنامه ها واقعا برنامه 1001 سوال با الهام جان خیلی خیلی طرفدار و محبوبیت داشت و ایشون قول داده در ماه آگوست برگرده و تعدادی برنامه های زنده با هم دیگه انجام بدیم. در اون قسمت ورودی هم کتاب های رو من گذاشته بودم که در شرف چاپ هستن و اگر علاقه مندید که از این کتاب ها سفارش بدید، با مسئولین تماس بگیرید و سفارش بدید که از این کتاب ها میخواید و برای شما همه رو یک جا پست میکنیم. کتاب ها هم به صورت PDF، هم به صورت صوتی و هم به صورت چاپی موجود خواهند بود. و آخرین مکتب مطلب این هستش که کارتای خودم رو اونجا گذاشتم، اگر عزیزانی علاقمندم با ما مطالعات و تحصیلات الهیات خودشون انجام بدن میتونید با ما هم تماس بگیریم. خیلی خوشحال میشیم شما رو راهنمایی بکنیم در مسیر تحصیلات الهی در الهیاتی در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در الهیات به زبان فارسی. خب من امروز همونطور که میدونید کاغذی چیزی آماده ندارم، همه اینجا ضبط شده است چون الان دو بار این رو جای دیگه صحبت کردم، ولی امروز دیگه به قول معروف من به مامانم میگفتم غذای روز دوم دم دوم خیلی خوشمزه تر از دم اول هستش، چون قشنگ جا میفته روغنش و همه چیزش. و فکر میکنم امروز این غذای روحانی برای همه ما خیلی برکت باشه. در زندگی ایمانی ما باید خیلی روی پایه ها قوی و با ریشه باشیم. اگه پایه ها لغزنده باشه زندگی ایمانی ما دچار لغزش و مشکلات میشه. یکی از مشکلاتی که امروز در خیلی از کلیساها دیده میشه اینه که پایه ها رو قوی نمیذارن و به حاشیه ها و به شاخ و برگ ها زیاد میرن. یکی از مشکلات مسیحیت امروز نه فقط در فارسی زبان، کلن حاشیه ها زیاده، سر و صدا زیاده، ولی پایه ها باید همیشه و همیشه به یاد آورده بشه. و شما اگه واقعا یک ایماندار جدی هستید باید پایاتون خیلی قوی باشه. و یکی از چیزایی که خیلی ما میبینیم این اواخر اینه که مردم دائما تو اینترنت دارن از این شاخه به اون شاخه، از این سفره به اون سفره، از این واعظ به اون واعظ، و این شاید تا حدی تضعیف میکنه پایه ها رو، چون پایه ها خوب گذاشته نشده. ما دنبال آخرین جنجالی ترین، نمیدونم با هیجان ترین پیام ها هستیم، ولی دلیل نمیشه که هر چیزی که خیلی با هیجان باشه و خیلی سر و صدا توش باشه که خداوند اونجا صحبت میکنه. ایلیا داستانش رو یادتونه، رفت جایی که باد اومد، رعد و برق اومد، طوفان اومد و فکر میکرد صدای خدا اونجا باید باشه، ولی خبری نبود. بعد یک صدای خیلی ملایم زنانه، چون از واژه مؤنث استفاده میکنه، مثل یک زنی که با یک آواز خیلی ملایمی صحبت میکنه، صدای خدا در وزش اون نسیم
اومد و با ایلیا صحبت کرد. پس دنبال اینطور چیزها خیلی زیاد نباشید، مواظب باشید که پایه‌ها قوی گذاشته بشه. امروز میخوام داستانی رو تعریف بکنم برای شما از دوم پادشاهان فصل دوم که احتمالاً همتون این داستان رو چندین بار خوندید، ولی میخوام برای شما یک نکته‌های خیلی جالبی رو که برای خود من این اواخر باز شد اینها رو با شما در میون بگذارم، و اون هم زندگی ایلیای نبی هستش و پایان خدمتش هستش. ایلیای نبی کاراشو انجام داده، با پادشاه اخاب و انبیای دروغین مقابله کرده، پیروز شده، خداوند یهوه پیروزی رو به دست آورده، مذبح شکسته خداوند تعمیر شده و ایلیا در شرف ربوده شدن به آسمان هستش. داستانش رو میتونید برید از فصل 16 اول پادشاهان بخونید و بیایید در دوم پادشاهان و ببینید که چه اتفاقی افتاد. در اینجا ایلیا یک شاگردی رو تربیت داره میکنه به اسم الیشا، و این دوتا رابطه خیلی خاصی با هم دارن، یکی استاد دیگری شاگرد، و الیشا آماده داره میشه برای خدمتش، ایلیا داره تربیتش میکنه برای خدمت، و کلام خدا میگه که زمان صعود و ربایش ایلیا رسیده بود و ساعتهای آخر بود. ایلیا نمادیست از عیسی مسیح، پیروزی که عیسی مسیح در مقابل شیطان و مذبح دروغین شیطان و فریب شیطان به دست آورد و صلیب خودش رو برپا کرد، مثل اون مذبحی که ساخته شد و آتش تایید خداوند ریخته شد و ایلیا قوت مرگ و قیام رو در اون مذبح نشون داد که نمادیست از پیروزی عیسی مسیح بر دشمن. الیشا نمادیست از کلیسا، بعضی ها میگن نمادیست از روح القدس، این امکان هست، اما روح القدس در کلیسا باید عمل بکنه، خودش تو هوا نیست روح القدس. اینا هیچ وقت فراموش نکنید در مورد روح القدس که صحبت میکنیم، روح القدس خالی از هیچ چیزی عمل نمیکنه، روح القدس در یک جای باید عمل بکنه و اون جا و اون ظرف برگزیده روح القدس کلیساست. روح القدس رو مستقل از کلیسا نبینید. در عهد جدید روح القدس مستقل از کلیسا نیست، با کلیساست، در کلیساست، بر کلیساست. بنابراین الیشا نمادیست از کلیسایی که با روح القدس باید حالا تربیت بشه و وارد یک خدمت بزرگتر بشه. عیسی مسیح به شاگردانش گفت شما از من کارهای بزرگتری رو انجام خواهید داد، و خواهیم دید که وقتی ایلیا الیشا رو برکت داد، گفت من برکت مضاعف میخوام، یعنی دو برابر میخوام، و دقیقا وقتی الیشا شروع کرد به انجام آیات و معجزات دو برابر بود. فکر میکنم ایلیا 7 معجزه انجام داد و الیشا 14 تا، اینطور چیزی بود، دو برابر. پس اینجا رابطه مسیح و کلیسا رو میبینیم، ایلیا مسیح باید به صعود و به آسمان برده بشه، الیشا باقی میمونه کلیسا و باید آماده یک خدمت باشه. در این بخش آخر قبل از صعود ایلیا میبینیم که ایلیا 4 مکان رو انتخاب میکنه و این 4 مکان رو به یاد الیشا میاره، و خیلی جالبه اصراری هم نمیکنه که الیشا حتما باید با او بیاد به این 4 مکان. یک جورایی میخواست ببینه آیا الیشا واقعا جدیه در این مسئله یا اکتفا میکنه به همون اولین. پس داستان رو که میخونید در دوم پادشاهان فصل 2 میگه که ایلیا و الیشا با هم بودند و زمان صعود ایلیا نزدیک شده بود. دارم تفسیری دارم برای شما آیه، دقیقا کلمه کلمه نمیخونم ولی دارم معنیشو میگم. و بعد ایلیا به الیشا میگه که کجا بودن اینا. اولین جایی که اینا ایستاده بودن جلجال بود. خب جلجال کجاست؟ جلجال برمیگردیم به کتاب یوشع، در اونجا وقتی که قوم اسرائیل بعد از 40 سال سرگردانی رسیدن به مرزهای اردن که وارد سرزمین وعده بشن، موسی فوت کرد، یوشع اومد و گفت رهبری به او داده شده بود و قوم رو آورد و رود اردن باز شد. کاهن ها و لاوی ها
تابوت عهد رو انتقال دادن به اون طرف و بعد قوم همه گذشتن، 12 سنگ رو برداشتن به عنوان یادگاری و اونجا چیدن مثل یک تلی، مثل یک مثل مذبحی، ولی 12 سنگ رو گذاشتن روی همدیگه به عنوان یادگاری و اسم اونجا شد جلجال، چون شرم مصر از اونها برداشته شد. اونها دیگه اون هویت قبلی خودشون رو در کنار رود اردن کنار گذاشتن و وارد یک هویت جدید شدن. و این نمادی است، جلجال و باز شدن رود اردن و اون 12 سنگ نمادی است از صلیب عیسی مسیح. در صلیب عیسی مسیح مرگ و قیام باز میشه، دروازه های مرگ فرو میریزه و حیات و ورود به یک سرزمین وعده، سرزمین پری، سرزمین برکت برای ما باز میشه. و این جلجال که امروز برای ما صلیب عیسی مسیح یادگاری است. هر بار ما وارد مشارکت با هم میشیم و یا با خداوند مشارکت میکنیم، باید الزاماً باید صلیب عیسی مسیح رو به یاد بیاریم. و در اینجا اولین درسی که پایه هستش برای یک ایماندار، مرکزیت صلیب عیسی مسیح در زندگی اون ایماندار. صلیب نه فقط کار کفاره و بخشایش گناهان رو انجام میده که متاسفانه خیلی موقع ما فقط اون رو نگاه میکنیم. سرودهای ما، گفتهای ما، دعاهای ما فقط روی یک چیزه: خدا رو شکر که صلیب تو گناهان منو بخشید. آمین. هیچ شکی نیست که خون عیسی مسیح بر اون صلیب گناهان ما رو بخشید. ولی صلیب عیسی مسیح یک اهمیت تجربی داره، چون من که نمیتونم خون بریزم کفاره باشم. کفاره عیسی مسیح منحصر به فرد خودشه، فقط اوست که برای ما و برای گناهان ما کفاره شد بر روی صلیب. اما صلیب یک اصلیست کارگر، یک کاردیست برنده، یک کلامیست که در زندگی ما باید اون اصل صلیب کار بکنه. و صلیب و مرکزیت صلیب در زندگی ایماندار این هستش که تمام اون چیزهایی که از گذشته ماست، تمایلات، کشش‌ها، جذبه، هر چی که از گذشته ما رو میخواد در این وضعیت اسارت، چون اینها در سرگردانی بودن، در فقر بودن، در گرسنگی بودن، قومی بودن 40 سال در مشکلات بودن و تازه قبل از اونش هم در اسارت مصر بودن، خداوند میگه آر مصر رو از شما بر میدارم. در صلیب عیسی مسیح آر تعلق به شیطان و اون هویت اسارت از ما برداشته شد. ولی صلیب فقط یک بار نیست کارش که من فقط بگم خدا رو شکر در اون لحظه که من به عیسی مسیح ایمان آوردم، صلیب عیسی مسیح آر این دنیا رو از من برداشت. صلیب عیسی مسیح باید یک تجربه روزمره در زندگی من باشه. پولس رسول وقتی رساله‌اشو می‌خونیم، این دائما با صلیب سر و کار داره. من با مسیح مصلوب شدم و دیگر بعد از این من زندگی نمی‌کنم، بلکه مسیح در من و من در مسیح زندگی می‌کنم. جلجال نمادی است از مرکزیت صلیب. ما باید یاد بگیریم چطور خودمون رو تسلیم اراده و قدرت خداوند بکنیم در برداشتن و اون ختنه قلبی که باید در ما بریده بشه، تمام اون تمایلاتی که ما رو میخواد نگه داره در این جاذبه زمین. این کرونا از یک جهتی خیلی پربرکت بود، چون به ما یاد داد که خیلی چیزهای زندگی که خیلی براش ارزش قائل بودیم در این 2 سال از ارزش افتادن. برای خیلی ها لباس‌های مارکدار و کیف‌های مارکدار و نمیدونم ماشین‌های آخرین سیستم و حالا آقایون یه چیزایی، خانم‌ها یه چیزای دیگه، خیلی برای ما اینا ارزش داشتن. ولی در اون 2 سال، حداقل 1 سال اول، هیچ کدوم یک پشیزی ارزش نداشتن، چون از خونه نمیتونستیم بیایم بیرون، هیچ جایی نمیتونستیم برین. حالا من لباس مارکدار بپوشم یا پیژامه خودم رو بپوشم برم بیرون، هیچ کی اصلا نگاه نمیکرد، یا همه فقط نگران بودن امروز ما زنده بمونیم، امروز بتونیم نون شبمون رو بخوریم. کرونا یک ختنه قلبی کرد. حداقل برای ما ایمانداران باید یک برکتی بوده باشه که ارزش های زندگی ما و معیارهایی که زندگی رو با اون میسنجیم یه مقدار عوض شده باشه. کار صلیب همینه.
صلیب میاد و اون اشتهایی که ما در زندگی نسبت به خیلی چیزها داریم، اون اشتها رو یواش یواش میبنده و اون یک اشتهای جدید باید در ما ایجاد بکنه. صلیب و قیام عیسی مسیح دو طرف یک سکه هستن. از یک طرف بریده میشیم نسبت به اون تمایلات، از اون طرف وقتی که از رود اردن اینا گذشتن وارد سرزمین شیر و شهد شدن، اینها سرزمینی که پری در اونجا بود. ایلیا میگه از اینجا شروع میکنیم. زندگی ایمانی شما باید با فهم درست و پذیرش مرکزیت صلیب عیسی مسیح در زندگی روزمره شما شروع بشه. اگه فقط اومدید یک بار فقط بگید خدا رو شکر گناهان من بخشیده شدن، بچه هم برید دنبال کارتون، شما الیشا نیستید. شما در جایگاه الیشا نیستید. شما یک سرگردانی هستید به اسم مراد برقی که تو ماشین دارید میچرخید تو شهر ولی هیچ جایی نمیرسید. خداوند الیشا میخواد، کلیسایی که در جایگاه الیشا بیسته، چون آخر این چهار مکان چیزی رو الیشا دید که اگر در جلجال باقی میمود نمیدید اون رو. خداوند میخواد چیزی رو به شما نشون بده، کاری رو میخواد انجام بده که مستلزم اینه که بعضی از شماها به امید خدا همه شما این چهار مکان رو تجربی طی بکنید. جلجال، مرکزیت صلیب. بعد ایلیا میگه که حالا بریم به بیت ایل، تو اینجا بمون. اتفاقا بهش میگه تو بمون، من میخوام برم به بیت ایل. ایلیا میگه هاشا، محال من این کار رو بکنم، من باید با تو بیام. انبیا آمدن بهش گفتن آقا خبر داری که استاد تو امروز داری میره به آسمان؟ گفت ساکت چید. این خیلی جالب بود برای من که این انبیا انبیای بدی نبودن، انبیای خدا بودن، داشتن حقیقت رو میگفتن. استاد تو میره به آسمان، اینا میدونید کیا بودن؟ اون واعظین و معلمین و اون برادران و خواهران عزیزی هستن که میگن تا همینجا کافیه، بیشتر از این نرو جلو. این چیه این همه حرفای عمیق عمیق عمیق؟ خدا رو شکر ما نجات رو داریم، بیایم سرود بخونیم، شادی بکنیم، نجات هست، کافیه. گوش ندیدا، دروغ نمیگن اما کامل نمیگن. گفت ساکت باشید، من باید با استادم برم. بعد اومدن رسیدن به بیت ایل. در بیت ایل چه اتفاقی افتاد؟ در جلجال نبردی بود بین نفس و روح. روح و نفس در مبارزه هستند. صلیب میاد، کلام خدا میگه مثل شمشیر دودمی روح رو از نفس جدا میکنه. حالا اومدن به بیت ایل. بیت ایل واژه‌ای است عربی عبری به معنی خانه خدا. گفت بیا بریم به بیت ایل. در بیت ایل اونجا که بودن چه تجربه‌ای رو الیشا دید کلام به ما نمیگه، اما میگه رفتم به بیت ایل. بیت ایل نمادی است از کلیسا، خانه خدا. خدا فقط یک خانه داره در دنیا و این خانه در خاورمیانه نیست. این خانه هر جایی که عده با هم جمع میشن به نام عیسی مسیح، بیت ایل ظاهر میشه. خانه خدا، جایی که خدا حضور پیدا میکنه، سکونت پیدا میکنه و اون در عهد جدید فقط یک جا هست و اون هم کلیسای عیسی مسیح. نه این ساختمون ها، وقتی میگم یک جا منظورم این ساختمون نیست. این ساختمون باشه نباشه هیچ تفاوتی نمیکنه. این جماعت در اون رابطه درست با هم، در اتحاد با هم تشکیل یک جامعه ای رو میدن که در اونجا میتونیم بگیم بیت ایل، یعنی خانه، جایگاه و مکان و مسکن حضور خدا. در اینجا ایلیا میخواد به الیشا دومین درس رو بده. اول صلیب رو بکن مرکز زندگی خودت، دوم اهمیت بدن مسیح. شما نمیتونید بدون مشارکت و ارتباط و اتصال به بیت ایل مستقل و مجزا و تنها زندگی ایمانی رو بکنید. من نمیدونم کی به شما اینا رو یاد داده، مطمئنن این کلیسا یاد نداده. تو اینترنت اگه خوندید شنیدید یا جاهای دیگه که آقا من برای خودم دارم زندگی میکنم، نیازی ندارم به هیچ جای برم، تو خونه خودم میشینم از اینترنت من تغذیه میشم، براتون خیلی متاسفم.
خداوند به ما یاد میده در زندگی ایمانی نجات فردی است، اما زندگی ایمانی جمعی است. بیت ایل، بیت ایل، ما در بیت ایل باید زندگی بکنیم، جماعت خدا در اونجا با هم باشه. بیت ایل میاد در مقابل دنیا میسته، یا در دنیا هستیم یا در بیت ایلیم. عزیزان نمیتونیم در بیت ایل باشیم و در این حال خارج از بیت ایل باشیم. بیت ایل خودش یک جامعه و گزینه کاملا مستقل و مجزا از دیگران است. کلیسا جزی از دنیا نیست، کلیسا از دنیا بیرون هستش. درسته که ما در این دنیا هستیم ولی از دنیا نیستیم. اینجا میخواد ایلیا به الیشا یاد بده شما باید اهمیت بدن مسیح رو تشخیص بدید. ایمانداری که اهمیت بدن مسیح رو نمیدونه، اهمیت زندگی جمعی رو نمیدونه و درک نمیکنه که چقدر مهمه من در بیت ایل، در جایی که حضور خدا، در جایی که خدا میتونه صحبت بکنه. و اینا به شما بگم، خیلی از شما ادعا میکنید که خدا با من صحبت میکنه، خدا رو شکر، اما حرفی رو که خدا در کلیسا میزنه خیلی متفاوت از اون حرفی که به شما خصوصی میزنه. حرف خصوصی شما خدا رو شکر برای بنای شخصی شماست، اما حرفی که خدا در کلیسا میزنه و ما گوش میدیم برای همه باعث برکت میشه و ما رو بیشتر نزدیکتر میکنه به او و به همدیگه. نزدیک شدن به خداوند اینجوریه، هر چقدر به او نزدیکتر میشیم ما داریم به همدیگه نزدیکتر میشیم. علت دوری های ما، علت شقاق ها، علت جدایی های ما اینه که خدا رو نمیشناسیم به اندازه کافی. در شناخت ما داریم نزدیکتر به او، به هم داریم نزدیک میشیم. بیت ایل، حالا از خودتون سوال بکنید، آیا شما واقعا دارید در مسیر بیت ایل از جلجال حرکت کردید در بیت ایل زندگی بکنید؟ منظورم نه اینکه بیاید اینجا تخت بندازید تو این ساختمون بخوابید، ولی زندگی شما همیشه در چارچوب و در زیر بازتاب این تفکر جمعی است. من نجات پیدا کردم که متعلق به یک جامعه باشم که در اونجا خداوند حضور داره و برکت میده، رشد میده، حرکت میده، هدف میده و منو به اونجایی میرسونه که آخر این داستان میبینیم. سومین مکان بعد از بیت ایل، ایلیا میگه من باید برم به اریها. اینجا بمون، من میرم به اریها. باز اون انبیا میان به الیشا میگن آقا خبر نداری؟ استادت امروز داره میره به آسمان. میگه ساکت بشید. شما یاد بگیرید هر چند وقت پیار به اینترنت بگید و این تلویزیون ها بگید ساکت بشید. اگه میخواید منو همونجا نگه دارید، در همون قدم های ابتدایی نگه دارید، در همون شیرخارگی نگه دارید، در همون بچگی نگه دارید، تکرار مکررات همون پیام، خدا تو رو دوست داره، خدا برای تو خون شوری، گناهان تو بخشیده شدن، تو برکت میگیری، اینا همش شیره. کی میخواید گوشت بخورید؟ کی میخواید بالغ بشید مثل الیشا که از جلجال برید به بیت ایل، از بیت ایل حالا بریم به اریها؟ گفت من نه، من میرم به اریها. به ایلیا گفت من هر جا بری باید میام. آیا فکر شما از این فکر هاست که به عیسی مسیح گفتید هر جا بری من باید میام؟ چند نفرتون به خداوند اینو گفتید؟ یا به خداوند گفتید هر جا من میرم تو بیا؟ کدومشه؟ من هر جا میخوام برم خداوند با من بیای، یا او سیاره و من خورشید، یا او خورشید و من سیاره؟ کدومشه؟ کدوم مسیحیت رو دوست دارید؟ از کدوم جنس دوست دارید؟ خداوند نوکر شما باشه یا ما در خدمت او باشیم؟ کدومشو؟ امروز مسیحیت قرن 21 خیلی از این تبلیغات میکنه که تو فقط بخوا میشه، تو فقط فرمان بده میشه، تو عزیز دردونه خدایی، تو انتخاب شدی. من 45 ساله ندیدم خدا بر من، خیلی دعا میکنم ولی خدا میگه ساکت شو، خجالت نمیکشی تو پسر؟ به این گندگی تازه مثل بچه اومدی از من. من بعد میرم به نویمان میگم تو رو خدا بر من دعا کن، خدا دعای تو رو خیلی زودتر میشنوه از دعای من. اینجا اگه نویمان هست امروز بیاد برای من دعا بکنید، نگید من برای شما دعا بکنم، چون خدا دعای شما رو خیلی زودتر میشنوه. بچه‌ها رو خیلی خدا دوست داره،
پسر و دختره بزرگش شد دیگه اینجوری نازناز نمیکنه. بعضی موقع یکی دو تا میزنه، میگه فرزند خودش رو تازیانه میزنه در عبرانیان فصل 12:5. البته نگران نباشید، شما اگه هنوز به اونجا نرسیدید نترسید. تازیانه پدر برای محبتش، چون عاشق بچه‌هاشه، میخواد بچه‌هاشو تربیت بکنه، اون بچه‌ها بشن مثل خداوند عیسی مسیح، مردان و زنان ایمان. بعد ایلیا به میگه بریم اریها. خب اریها نمادیش از چی؟ اریها درست در زمان ورود به این سرزمین بعده، دیوارهای بلند قطور در اونجا مانعی شده برای ورود به سرزمین وعده. و این نشون میده اولی جنگ ما با نفس، دومی جنگ ما با دنیا، سومی جنگ ما با خود شیطان و نیروهای شیطان. چهار چیز رو ما باید در زندگی تجربی بر اونها پیروز بشیم: بر نفس، بر دنیا، بر خود شریر. در اینجا اریها ایستاده با دیوارهای بلند، و حالا در زمان یوشع خراب شد دیوارهاش، اما هنوز جاهایی از این اریها باقی مونده، چون اومدن باز ساختن اریها رو. لعنتی بود که نباید ساخته میشد اما ساخته شد. ایلیا الیشا رو با خودش میبره و میان جلوی شهر اریها. نمیگه باز چیکار کردم، ولی من مطمئنم که ایلیا اونجا درسایی رو به الیشا داد. اریها نمادیست از نیروهای شریر در جاهای آسمانی که ممانعت میکنن از ورود ما در اون وعده ها و پیروزی و برکت هایی که خداوند برای فرزندانی که حاضرن و تسلیمن. عزیزان، این برکاتی که شما اینقدر در موردش میشنوید که برکات برکات برکات، برای هر ایمانداری تا حدی هست سهم خودش، اما اونایی که شما میخواهید، بعضی هاش مشروط بر اینه که شما حرکت به جلو بکنید، از این مکانها عبور کرده باشید. ما برکات رو میخوایم اما برکت دهنده رو نمیخوایم. ما وعده ها رو میخوایم اما وعده دهنده رو نمیخوایم. همین طور دنبال وعده هاییم. وعده ها چیه؟ وعده ها چیه؟ آیا شما زحمت به خودتون دادید وعده دهنده رو هم بشناسید، با او راه برید؟ اینجا الیشا داره با اون شخصی که این کارها رو باید انجام بده باش داره راه میره. ما چقدر مسیحیت رو تبدیل کردیم فقط به یک مبادله، معامله. من شکرگزاری میکنم تو برکت بده، من دستا میبرم بالا تو بریز. خداوند اینجوری نمیخواد، پرستنده های معامله ای نمیخواد. خداوند میخواد که ما در روح و راستی وقتی او رو میپرستیم، علی رغم شرایط خودمون با او راه بریم. اریها نمادیست از نیروهای دشمن در جاهای آسمانی، و پولس در مورد این جنگ ما که با خون و جسم نیست بلکه با ریاست ها، قدرت ها، زمامداران این جهان، افواج شریر در جاهای آسمانی است. درس اریها درس پیروزی بر دشمن روحانی ماست. پس ما یک جنگی داریم اینجا، یک جنگی داریم اینجا، یک جنگی داریم اونجا. فکر میکردید مسیحیت به همین راحتیه که فقط بیاید بگید خداوند منو ببخش؟ بله، خداوند به همین راحتی میبخشه، اما بعدش یه جنگ این تو هست که این جنگ 24 ساعت داره میجنگه. یه جنگ هست اینجا که دائما ما رو میخواد بکشه خارج از این جماعتی که کلیسا و بدن مسیحه، که ما متعلق به یک بدن دیگه باشیم. لاشه مرده آدم رو خیلی بیشتر ترجیح بدیم تا بدن زنده خداوند رو. و بعد جنگی در اونجا هست که میخواد مانع بشه که ما حرکت بکنیم به جلو. و بالاخره چهارمین مکان، ایلیا میگه من باید برم به اردن، رود اردن. الیشا تو اینجا بمون، من میرم به رود اردن. اینجا 50 تا از انبیا باز میان میگن آقا استادت رفت و امروز رو حواست باشه. میگه ساکت باشید و هیچ اعتنایی نمیکنه. و اونجا میاد ایلیا و ردای خودش رو در میاره و تا میکنه میزنه به رود اردن، و رود اردن باز میشه، از اونجا عبور میکنن، میان به اون طرف اردن. چهارمین دشمن ما و چهارمین حقیقتی که یک ایماندار باید بدونه، اینها پایه هستن، اینها اساسی و بنیادی هستن. بعد از اینکه شما تجربه نجات مسیح رو تجربه کردید، این چهارتا رو باید یاد بگیرید، بفهمید
و با کمک همدیگه زندگی بکنید این رو. کلیسایی نیست که ما فقط بیام اینجا اطلاعات به دست بیاریم و یه مقدار خوشحال بشیم و قلقلک بدن به ما و بعد چند تا سرود بخونیم حالمون یه خورده خوب بشه، مثل مسکن باشه برای ما. کلیسا جاییست که جای یادگیری هستش که چطور با نفس باید مبارزه کرد، با صلیب، مرکزیت صلیب، چطور در زندگی جمعی با تفکر فردی و خودگرایانه ما تبدیل بشه به تفکر جمعی. من برای خودم فقط زندگی نمی کنم، همه چیز من و من و من، به هیچ کسی هم مربوط نیست من چجوری می خواهم زندگی کنم. اتفاقا خیلی هم مربوطه. شما باید زندگی طوری باشه که در هماهنگی و در راستای یک هدف جمعی باشه. و بعد نیروهای دشمن رو چجوری با شکست داد. ببینین، اول در جلجال الیشا و ایلیا بودن، ولی وقتی به بیت ایل میریم، اون بیت ایل از دو نفر تبدیل میشه به یک جماعت. از اونجا وقتی به اریها رفتن، اون جماعت تبدیل میشه به یک لشکر. خداوند داره نشون میده ابعاد این مشکلات رو. نفس مستقل با منه، اما در بیت ایل یک جماعتی رو من باهاشون باید زندگی بکنم، اما در مقابل دریا یه لشکر باید باشیم که بتونیم بر نیروهای دشمن پیروز بشیم. هیچ کدوم شما تنهایی نمیتونید پیروز بشید، با لشکر خدا با هم دیگه باید بایستیم و این پیروزی رو به دست بیاریم. در دعاهایی که با هم میکنیم، با روزه هایی که با هم میگیریم، با هدفهایی که با هم میذاریم و اینها رو میجنگیم و باز میشه این درها و این رود. بالاخره میرسیم به چهارمین. اردن باید باز بشه و اردن همیشه در کتاب مقدس نمادی بوده از مرگ و قیام. خود عیسی مسیح در رود اردن تعمید گرفت به خاطر این چی بود؟ که مرگ و قیام خودش رو در نمایش دفن شدن در اون آب و بیرون اومدن از اون آب نشون بده. اتفاقا اینم یه تبصره بدم، تا همین یک ماه پیش، دو ماه پیش بود که خداوند یه مکاشفه داد که چرا عیسی مسیح رفت پیش یحیای تعمیدنده و چرا اصرار بر این داشت که یحیی باید او رو تعمید بده. من همیشه این رو خوندم و میگفتم آخه این چه سری توش بود که خداوند عیسی مسیح باید حتما میرفت در اردن، اونجا حتما باید یحیای تعمیدنده اونو تعمید میداد. آیا راه دیگه نبود؟ به یاد آورد روح القدس که یحیای تعمیدنده پسر زکریاس بود. یادتون هست پدرش کی بود؟ پدرش کاهن بود. در نتیجه یحیی نه فقط نبی بود، بلکه به خاطر ارتباط خونی با پدرش یحیی کاهن بود، مقام و حق کهانت داشت چون پسر زکریا بود. و چون حق کهانت داشت، عیسی مسیح رفت پیش یحیی گفت تو کاهنی، من قربانی، تو منو بردار تقدیم بکن. و وقتی جلوی مردم این رو برد تو آب، یعنی همون بره‌ای که باید ذبح میشد، در اونجا در نمایش اون آب ذبح شدن بره رو، دفن شدن و قیام او رو نشون داد، چون یحیی حق کهانت داشت. و خودش هم اولین بار در انجیل یوحنا میگه اینک بره خدا که گناه جهان رو برمی‌دارد، در مقام کهانت صحبت میکرد. حالا از این بگذاریم، بیاییم به رود اردن. اردن نمادیست از مرگ، قدرت مرگ در زندگی ما. عزیزان، در زندگی ما چهارمی و مشکل ترین، گفتم اول این تو، بعد دور ما، بعد اون بالا، چهارمی میره پایین. در چهار جهت، چهار بودی ما با این موانع روبرو هستیم. چهارمی مرگ هستش و قدرت مرگ در زندگی ما. همه چیز رو مرگ میخواد بکشه، در فرسودگی، در پوسیدن، در از کار افتادن و ضعف. مرگ یعنی ضعف، ضعف مطلق. و خداوند در اینجا میبینیم که در ایلیا نشون میده که قدرت مرگ قابل شکست دادنه. شما در زندگی چی هست که حس میکنید مرگ اومده سایه انداخته اونجا؟ بعضی ما در زندگی ما حس میکنیم مرگ سایه انداخته. خود مرگ نیست، سایشه. در مزمور 23 میگه چون در وادی سایه موت، خود موت نیست، سایشه. ولی سایش هم زیاد جالب نیست، ترسناکه.
قوت قیام عیسی مسیح در خروج از اردن مرگ رو شکست میده. چهار چیز در زندگی یک ایماندار مهمه بدونه: مرکزیت صلیب عیسی مسیح، اهمیت بدن مسیح، جنگ روحانی در آسمان و پیروزی بر قدرت‌های مرگ در زندگی. ما میتونیم بر قدرت‌های مرگ در زندگی خودمون پیروز بشیم. فقط باید دنبال ایلیا باشیم، با ایلیا بریم جلو. و اون مسیحی که به الیشا داده شد که نمادی است از قدرت روح القدس و هدایت روح القدس در زندگی ما، میتونه این کار رو بکنه. خب حالا اینها شد، ناگهان میبینیم که عرابه های آتشین از آسمان ظاهر شدن. لحظه آخر ایلیا میگه هر چی بخوای الان بهت میدم، میگه مسح مضاعف هست و میخوام. میگه کار سختی، اما اگه دیدی من رفتم و ردای خودم رو انداختم، این ردا رو بگیری، مرسی بردارم، این ردا رو بگیری، من این مسح مضاعف رو به تو انتقال میدم. و میبینیم که عرابای آتشین میاد و الیشا میگه پدرم پدرم کجا رفتی؟ بعد این ردا میفته روی الیشا و این مسح مضاعف به الیشا داده میشه. چون بعدش رو وقتی بخوید دیگه نمیخوام اونجا برم، همون اردن رو بر میگرده، ردا رو میزنه، باز میشه، پیروزی بر قدرت مرگ رو تجربه میکنه. میاد به اریها، میبینیم در اریها هیچ چیزی ثمر نداشت، همه چیز تا حدی میمد بالا و بعد میمرد. نمک میزنه که سمبولیست از قدرت حیات مسیح و میبینیم که همه چیز حاصل خیز و پربار میشه و زندگی الیشا از اونجا به بعد با قدرت قیام عیسی مسیح در پیروزی بر مرگ و پیروزی بر دشمن و تمام اون موانع برداشته شده و الیشا بخشی گفتم ایلیا، الیشا خدمت خودش رو انجام میده. این چهار مکان برای من خیلی خیلی برکت شد که به شما انتقال بدم که شما هم این رو بدونید. آمین. خب یه لحظه سرپا بیستیم، میخوام برم به پیام دوم. پازه نمیخوام بدم چون بعضیاتون فرار میکنین میرین. یه نفر دعا بکنه برای این چهار مکان، خدا رو شکر بکنه برای این چهار مکانی که برای زندگی ما حیاتی، بنیادی و اساسی است. ما رو هم تنها نگذاشتی، بلکه روح خودت رو به ما بخشیدی، روح قدسی که ما رو هدایت میکنه که این چهار تا مرحله ای که خداوند باید بریم، جلجال که تا بیتل تا اریخا و مخصوصا این اردن رو باید عبور کنیم. مرسی عیسی مسیح که دست تو کوتاه نیست که ما رو کمک کنی. اگر با قدرت ما بود خداوند هیچ کسی شانس نداشت. فقط تو این راه رو اول برای ما رفتی، تا همه مرحله رو تو رفتی خداوند و راه رو باز کردی برای من، برای ما. خداوند بعضی از ما شاید تو همون جلجال اونجا قرار گرفتیم و اونجا نشستیم یا خونه ای ساختیم. بعضی هستن که رفتن توی بیتل، کلیسا خیلی عالی، خیلی خوب، میایم میریم، خوش میگذره، فقط اونجا خانه های خودمون ساختیم، دوست داریم اونجا بمونیم خداوند، و بعد از یه مدت میبینیم نه اینم نیست خداوند. دوباره به فیض توست خداوند، یه گرسنگی، تشنگی در ما به وجود بیاری که ما رو دعوت میکنی بیا، بیا به اریخا، جایی که پیروزیه، جایی که دیوارای اریخا که خداوند فرو ریخته، نه با قدرت ما بلکه با قدرت روح القدس تو بود.
ممنون هستیم خداوند که حتی اونجا هم خداوند بعضی وقت از پیروزی همینطور که دریافت میکنیم فکر میکنیم اینجا تمام شد دیگه، اینجا میتونم خونه خودم رو بسازم. و ممنون هستیم که این روح توست که ما رو ول نمی کنه خداوند، هدایت میکنه به اردن که اونجا واقعا آزادی ماست، که آزاد میشیم از خودمون. همینطورم که الیشا خداوند این دو برابر برکت رو دریافت کرد خداوند، ما هم بتونیم خداوند این مس تو به دست بیاریم خداوند. چون حتی گفتی که به شاگردانت خودتی که این معجزه های من که میکنم شما دو برابرشون زیادتر خواهیم کرد خداوند. خداوند کلیسای تو رو ما رو تک تک ما رو آماده کن، آماده کن خداوند که یه جایی قرار نگیریم خونه خودمون بسازیم. روح القدس امروز هم بیا با قلب ما صحبت کردی، کمک کن خداوند هر جایی که ما خونه های خودمون ساختیم خداوند اونقدر سیخونک های تو بزن خداوند که از اونجا بیرون بیاییم و بریم مرحله تو میخوای هدایت کنیم. ویلمون نکن خداوند، کمک کن خداوند که یک کلیسایی باشیم که واقعا پادشاهی تو رو میاریم خداوند، پیروزی تو رو میاییم و همینطورم تو رو در این دنیا نمایان میسازیم. برای این ما رو خواندی خداوند، از زندگی ما خداوند دنیا ببینه که تو زنده هستی. بیا روح القدس، بیا این فیض رو به ما ببخش خداوند. جلوی تخت تو همینطور این سرودم خوندین، در جلوی تخت تو ایستادیم و میخوام امروزم تو بیای خداوند، اینو در قلبای ما در روح ما بنویسی خداوند. هر جایی که افرادی هم هستن گم شدن و توی یا سردرگمی زندگی میکنن، تو کمک کن خداوند ایشان رو برگردون که این راه رو با تو ادامه بدن خداوند، به پایان برسن. چون میدونیم خداوند یک تاجی هست که منتظر ماست خداوند در آسمون، یک تاجی هست که منتظر ماست خداوند که میخوایی یک روز اینو رو روی سر ما بذاریم که بتونیم با تو سلطنت کنیم خداوند. پس ما رو آماده کنین، اشتیاق رو در قلبمون بذار که بتونیم تو رو پیروی کنیم. اینو دعا میکنیم با تشکر از تو که به ما کمک هایی کرد، در نام عیسی مسیح. آمین. آمین. بفرمایید عزیز. پس نتیجه، اگه میخواید اون عرابه های آتشین رو ببینید، جلال خدا رو ببینید، قدرت خدا رو ببینید، این چهار مکان رو باید در زندگی ایمانیتون تجربی عبور بکنید. اکتفا نکنید به همونجوری که هستید، به جلو. حالا میریم به عهد جدید. در عهد جدید اواخر باز به فکر افتادم، نزدیکای عید قیام بود و به این فکر افتادم که در انجیل‌های داستانی است که بارها خوندم اما نمیدونستم معنیش چیست. و شروع کردم به مطالعه و خوندن و خداوند نشون داد در عهد جدید سه بالاخانه اسم برده شده. سه بالاخانه. در انجیل مرقس فصل 13، انجیل لوقا فصل 22 اولین بالاخانه رو میبینیم. میخوام سه بالاخانه رو برای شما امروز نشون بدم. اولین بالاخانه در انجیل مرقس و انجیل لوقا به وضوح میگه شب قبل یا روز قبل از مصلوب شدن خداوند به دو شاگردش گفت میرید تو کوچه ها، اونجا یک آقای رو میبینید، یک سبوی آب به دست، و میرید باهاش صحبت میکنید، میگید که کجا داری میری و هر جا که رفت شما دنبالش برید و شما رو میبره در یک بالاخانه مفروش، در اونجا با صاحب اون بالاخانه صحبت بکنید، بگید که استاد میخواد بیاد امشب در اونجا و شام بخوره، شام فصح رو. و میبینیم که این اتفاق افتاد. دو شاگردش رفتن دو خیابون، دیدن یک آقایی سبو به دست داره حرکت میکنه، رفتن بهش گفتن کجا داری میری، هر جا میری ما دنبالت میاییم، و اینها رفتن به اون بالاخانه و دقیقا اون چیزی که گفته شده بود دیدن و تدارکات رو آماده کردن که خداوند بیاد و شام فصح رو در اونجا صرف بکنه.
در فرهنگ یهود زنها آب می کشیدن از چاه، مردان کار آب کشی نداشتن، چون مردها بیشتر تو کشتارها و مزرعه ها کار می کردن، زنها از منزل صبح می بردن سر چاه، صبح زود آب می کشیدن می بردن منزل برای پخت و پز، شستشو. و خیلی جالبه که اینها رفتن تو اون کوچه، دیدن که یک مردی اونجا سبو به دست پر از آب داره این آب رو با خودش میبره، و گفتن کجا میری؟ رفت به اون بالاخانه و در اونجا این اتفاق افتاد. برای من همیشه سوال بود که این چرا این مرد بود و چرا زن نبود، و سوالی بود که جوابش رو نداشتم. کتاب مقدس نه فقط وقایع رو از جهت تاریخی برای ما نشون میده که چه اتفاقاتی افتاد، واقعا معانی روحانی هم در پشت این داستان ها هستن که اون
برای همین که کلام خدا شوینده هستش، میشوره. هر بار که میایم در این کلام، خداوند جایی هست که روح القدس میبینه دستای من، پاهای من جایش کثیفه و اون کلام اونجا میره و میشوره. در اون شب پاهای شاگردانش رو شست که نشون بده شما متعلق به این دنیا نیستید. یک جدایی بین پاهای اونها و خاک و اون گرد و خاک اون دنیاشون پاک شد و جدایی به وجود اومد. اما درسی که در اونجا داد، اگه برید انجیل یوحنا رو بخونید، میگه گفت ببینید نمونه من رو، اگه میخواید شاگرد من باشید شما باید این نمونه رو یاد بگیرید. و نمونه چی بود؟ نمونه این بود که در این بالاخانه اول، وقتی ما وارد عهدی میشیم با خداوند، یکی از اولین چیزهایی که در زندگی ایمانمون یاد میگیریم اینه که به نمونه از استادمون خم بشیم و شروع کنیم به شستن پاهای دیگران. عیسی مسیح گفت هر که میخواد خادم باشه خدمت بکنه، نه به او خدمت بشه. یکی از خطاهای کلیسا اینه که ما بعضی موقع فکر میکنیم که خادمین در یک مقام خیلی بالاتر هستن و اعضا باید برن پاشوری، دستبوسی، در حالی که شخصی که میخواد خدمت بکنه خم شده هستش، رو زانوهاش هستش. مشکل کلیسا در اینجاست که معنی و مفهوم خدمت رو درست نفهمیدیم. خداوند خودش نمونه گذاشت، میخواید خادم من باشید، میخواید شاگرد من باشید، خم بشید. شما رو زانوهاتون نیامدید و تا پا شروع نکردید به شستن، شستن پا چیز خیلی جالبی نیست، به خصوص اون زمان که تو خاک و خاکستر و کثیف. ما چقدر پا میشوریم؟ بعضی از شما میخواید خادم باشید. من این کلمه رو دیگه استفاده نمی کنم، کاملا تحریمش کردم. در لغتنامه من دیگه کلمه خادم نیست، به هیچ کی خادم نمیگم. چندین بار گفتم و دودش بد جوری رفته تو چش خودم که به یکی گفتم تو خادم باش، بعد دیدم چه فضاحتی به بار اومد، چون طرف هنوز خم نشده بشوره، میخواد بشینه بالای تخت، میان پاشوری ایشون. دیگه از میانی چی استفاده میکنم؟ کلمه همکار. همکار پولس رازور اول قرنتیان فصل 3 میگه ما همکاران او هستیم، زراعت خدا و همکاران. خدا اینجا همکاران به شما بده، خادمی نده به شما از اون نوع. اگه میخواید خادم سازی بشه، خیلی دورهای خادم سازی شنیدم هست، اولین درس خادم سازی بیفت روش زانوات، شروع کن به شستن پاها. محبت در اون جایی که ما خم میشیم. این بالاخانه اسمش رو من گفتم بالاخانه خم شدن، بالاخانه خمیدگی. همه ما دوست داریم به بالاخانه دوم بریم. تمام کلیساهای کاریزماتیک افراطی که از آمریکا دارن تعلیم میگیرن و با تیشرت و جین راه میرن و دقیقاً مثل آمریکایی‌ها میخوان حرف بزنند، میخوان در بالاخانه دوم باشن. بگیم آیات، معجزات، زبانها، ترجمه، نجات، هزاران هزار. عزیز من، بالاخانه دوم، اول تو بالاخانه اول بودی؟ زانو زدی؟ خم شدی؟ پا شستی؟ یا میخوای بپری تو بالاخانه دوم، برای خودت اونجا یه نمایشی بذاری از قدرتی که خدا بهت داده، عطیه‌ای که به خدا داده؟ در بالاخانه دوم وقتی پتروس ایستاد، میگه 11 با او ایستادن، یعنی پتروس دیگه اونجا مطرح نبود، همشون با هم بودن. اما این اتحاد، این همبستگی به وجود نمیاد مگر اینکه در اون بالاخانه اول خم شدن، یاد گرفتن که خدمت یعنی پاشستن. چقدر ما این رو بگیم و هیچکی گوش نمیده. همه میخوان خادم بسازن و خادم‌ها همه ریاست داشته باشن بر همدیگه. همین اتفاق داره برای شاگردان عیسی مسیح افتاد. یوحنا و یعقوب مادرش ما گفت یکی دست راست یکی دست چپ بشینه. گفت خانم این چه حرفایی میزنی؟ آیا حاضرن از همون پیاله‌ای که من میخورم بنوشن؟ بخشی از اون پیاله خوردن زانو زدن بود، چون در همون شب پیاله رو خوردن بعد زانو زد خداوند.
این بالاخانه اول فراموش شده، کلیسا فقط دنبال بالاخانه دوم از اونجا شروع بکنه. پنتیکاست، روح القدس، زبانها، آیات، معجزات. خدا رو شکر کیه که مخالف این برکات باشه؟ اما چند نفرمون حداقل تون بالاخانه اولا بوده باشیم، پاهای همدیگر رو شسته باشیم، این جامعه های افتخارات خودمون رو در بیاریم، حوله ببندیم دور خودمون، فروتن بشیم. چقدر ما میخواییم در تکبر خدمت بکنیم؟ چند نفر هستن که میخوان فروتن بشن و رو زانو بیفتن شروع کنن به شستن پاهای برادران و خواهرانشون؟ میگه محبت کثرت گناهان رو میپوشاند و خداوند این رو خدمت رو تفسیر کرد به محبت. خب اگه شما شاگردانم از این همدیگر رو محبت رو کنید، میگه دیدید من چه کار کردم؟ از اینجا دنیا خواهد فهمید که شما شاگردان من هستید، چون محبت میکنید به هم دیگه. محبت این نیست که من فقط شما رو بگیرم در آغوشم بگیرم خدا برکتت بده. محبت اینه که من بیفتم رو زانوام وقتی میبینم شما مشکلی دارید، با اشکام پای شما رو بشورم. من در تورنتو اینم باز یکی از سوالایی بود که تو فکر من بود. فکر نکنید چون من برادر ادوینم من همه چیز میدونم، نه، من هنوز بی سوادم، دارم یاد میگیرم، من شاگردم هنوز در محضر استاد. پولس رسول اول قرنتیان فصل 10 میگه نمیتونید از میز خداوند بخورید و از میز دیوها بخورید. این همه برای من سوال بود، یعنی چی میز دیوها و میز خداوند؟ ظاهرا در کلیسای قرنتوس یه میزی حالا واقعا ممکنه نبود، ولی پولس اونو میبینه تو رویا، میبینه که تو قرنتوس یه میزی هست به اسم میز دیوها، میگه نمیتونید از این میز بخورید. در کتاب مکاشفه به 7 کلیسا 5 بار اسم شیطان رو میاره. چطور شیطان میتونه در کلیسا باشه؟ ولی هست، تونسته وارد بشه، چون شاگردان حواسشون نیست. یه روز اومدم یه شب تو تورنتو گفتم میخوام به شما میز دیوار رو نشون بدم. همه اومدن اون شب، چون گفته بودم از قبل هفته دیگه میز دیوار رو نشون میدم بهتون. عشای ربانی داشتیم، یه میز قشنگ درست کرده بودم اینجا، یه میزم درست کرده بودم اونجا، دو تا میز، همه مثل شما نشسته بودن کنجکاو که این میز دیوها یعنی چی. گفتم اول میز خداوند رو ببینیم. سفره رو برداشتم، نان و شراب بود. گفتم خدا رو شکر، بدن خداوند، خون خداوند، همه اینو میبینیم. گفتم حالا میز دیوها رو بهتون نشون بدم. اومدم اینور، گفتم حاضرید؟ آره ببینیم چی میخواد نشون بده. سفره رو برداشتم، یه کاسه بود توش پر از سنگ. گفتم این میز دیوهاست. هر بار که شما نسبت به یک برادر یا خواهر فکر بد داری، حرف بد میزنی، رفتار نامناسب داری، یکی از این سنگا رو گذاشتی تو جیبت و میزنی بهش. حالا میایین جلوی این میز میستین، نان رو بر میداری، شراب رو بر میداری، یواشکم یکی از این قلوه سنگا رو میذاری تو جیبت. اینو نگه دارم هوای اون حساب اون یکی رو برسم یه روزی. اون برادری که به من یه چیز چپ چپ گفت، یا اون خواهری که به من این سنگا این توه. گفتم امشب سنگ رو باید بریزید زمین. اگه میخواید از این میز بخورید، اینجا نمیتونید بخورید. محبت کثرت گناهان رو میپوشاند. اولین بالاخانه، مهمترین بالاخانه برای یک ایماندار باید باشه. چقدر ما وقت میذاریم در این بالاخانه، همه در خم شدن برای هم دیگه، خدمت در محبت بکنیم. حالا میریم به بالاخانه دوم. بالاخانه دوم دیگه من اصلا چیزی ندارم بگم. روز پنتیکاست رو جشن گرفتیم، آمدن روح القدس بود، تولد کلیسا بود، اما یادتون باشه از صعود عیسی مسیح 10 روزم توی این بالاخانه اینا نشستن، هیچ کاری نکردن. بعضی موقع ما خیلی عجله داریم که این کارو بکنیم اون کارو بکنیم. خدا گفت 10 روز فعلا بشید. تو این 10 روز مشکلاتشون رو حل کردن با هم دیگه. به پتروس دیگه نمیخواستم بگم پتروس تو همونی میگه نبودی که 3 بار انکار کردی، حالا میخوای حرف بزنی؟ تو اصلا حرف نباید بزنی، تو دیگه جای حرف نداری، خجالت نمیکشی؟ یوحنا یعقوب میگه مادر شما نبود که اومده بود تبلیغ شما رو میکرد؟ تمام این مسائل باید حل میشد، تمام کدورت ها، تمام مشکلات با هم دیگه، همه چیز باید حل میشد. 10 روز در دعا، در آماده بودن، و بعد میگه روز پنتیکاست روح القدس اومد. حالا کار روح القدس چیه؟ اینم
وقتشو ندارم براتون میگم، ولی کار روح القدس یک کاره. کار روح القدس دادن عطایا نیست، اون ثمره کار روح القدسه. کار روح القدس ثمرات روحانی نیست، اون ثمره کار روح القدسه. کار روح القدس آیات و معجزات نیست، اون ثمره کار روح القدسه. هر چی که به من بگید میگم ثمرشه. خود روح القدس فقط برای یک هدف اومده، در این دنیا انسانهایی رو پیدا بکنه که میخوان تبدیل بشن به صورت و شباهت عیسی مسیح، اینها رو جمعی آماده بکنه به عنوان یک بدن که اون سر به این بدن بچسبه و این سر و بدن با هم دیگه در هماهنگی باشن. این بدن برای خودش هی فعالیت نکنه بدون اینکه این سر متوجه بشه، بعد یه بدن مستقل خود مختار نباشه، بدنی باشه که با سر کاملا در هماهنگی داره زندگی میکنه و عروسی باشه که زمانی که داماد اومد عروس حاضر شده برای دامادش. برای همینه که هدف عهد جدید و آمدن روح القدس و روز پنتیکاست تجهیز ایمانداران برای بازگشت مسیح هستش، تبدیل ایمانداران به صورت و شباهت عیسی مسیح هستش، تشکیل یک بدن زنده هستش و آماده ساختن یک عروس هستش. حالا تمام اون چیزایی که در مورد روح القدس میخواهیم و میدونیم نتیجه این هدف اصلی روح القدسه. عطایا برای تجهیز، ثمرات برای رشد و تبدیل. حالا ما هی به حاشیه بریم، هی عطایا بخوایم، عطایا بخوام، من میخوام نبوت بگم، من میخوام به زبان خدا رو شکر میخوای، اما تا چه حدی مراحل تبدیل در زندگی تو داره تجربه میشه؟ یا فقط باز هدایا رو میخوای ولی هدیه دهنده رو نمیخوای بشناسی و با او در یک اتحاد حیاتی بیای؟ یکی از مشکلاتی که امروز کلیسا داره سر همینه. پنتیکاست یعنی آغاز یک کار عظیم تبدیل کلیسا به صورت و شباهت عیسی مسیح که بدن و سر در یک سان بودن، یک پارچه بودن شهادتی باشه. چون عیسی مسیح الان در آسمانه، اما عیسی مسیح میخواد روی زمین زندگی بکنه، دلش تنگ شده برای اینجا، میخواد اینجا زندگی بکنه و الان من و شما تجسم عیسی مسیح هستیم بر روی زمین. ما نمیخوایم مسیحیت رو به مردم بشناسیم، اصلا این واژه رو بندازی ظرف آشغال. من علاقه ندارم به مردم مسیحیت رو معرفی بکنم، من علاقه من دوام اینه که مسیح رو در من ببینن. هر چقدر بیشتر ببینن خدا رو شکر، هر چقدر در ما بیشتر ببینن، وقتی مردم وارد اینجا میشن نباید بگن این یک جایی که مسیحیت رو دارن معرفی میکنن، اینجا باید بگن ما اومدیم اینجا مسیح رو ما حس کردیم اینجاست. نه به خاطر معجزات، بلکه به خاطر اون شخصیتی که از ما انعکاسش مردم رو لمس میکنه. این بالاخانه دومه، مشهود در این که بالاخانه اولو بوده باشیم توش. مبادا بخواید پنتیکاستی بشید بدون بالاخانه خم شدگی. این بالاخانه ایستادگیه، چون میگه پتروس 11 با هم ایستادن. میریم بالاخره به بالاخانه سوم و پایین این پیام. بالاخانه سوم در اعمال رسولان فصل 20 از آیه 8 تا 12 رو بخونید. داستان جالبیه. پولس در یکی از مسافرتاش رفته به یک شهری، باز اونجا میگه رفتم به یک بالاخانه. این سومین بالاخانه است. در این بالاخانه نشستن، پولس میگه میخوام موعظه بکنم. آقای پولس تشریف بیارید و موعظه بکنید. ایشون هم میاد و حرف میزنه مثل برادر ادوین که سرتون رو درد میاره. البته رکوردش رو من ندارم، و رکوردش مال برادر فت پدر من است. ایشون یه بار موعظه کرد 4 ساعت و مردم خسته شدن. بعد یه نفر اومد گفت برادر ادوین میتونی به پدرت یه یاد داشتی بگی که بعد دفعه ما خودم دستشوی بریم یه پاوزه بده. منم از روی حماقت برداشتم، روی یه تیکه کاغذ نوشتم حالا پدر من در آتش این صحبتاش داره حرف میزنه، اصلا براش مهم نیست 10 دقیقه باشه یا 10 ساعت. البته رکورد دنیا رو برای طولانی ترین سخنرانی رو آقای فیدل کاسترو داشت، 11 ساعت فکر میکنم در اون یک میدانی در شهر هاوانا ایستاده موعظه که چه عرض کنم سخنرانی کرد و همه اون مردم باید نظام کمونیستی هم دیگه شما نمیتونید جیک بزنید،
11 ساعت روی پای ایستاده بودم و آقای فیدل کاسترو موعظه کرد. حالا خدا رو شکر بعد از این 11 ساعت صحبت نمی‌کنه. بعد من رفتم این یادداشت رو دادم به بابا، گفتم یواشه گفتم لطفا اینو بخون. پدر من اینو خون وای وسط موعظه هو. واقعا بعضی موقع واعظ وقتی توی حالتی داره کلام خدا رو میگه خیلی خطر داره. شما به این واعظ بخواید نزدیک بشی مثل پایگاه نیرویی میمونه که برق ممکنه بزنه. و ایشون برگشت و گفت یعنی چی شما نمیخواید به کلام خدا گوش بدید؟ میخواید من همین الان تعطیل بکنم؟ گفت ببخشید بعد دفعه ادامه بدید، ما یه جورایی بالاخره خودمون رو کنترل میکنیم. ایشون 4 ساعت مونسه کرد. حالا من زیر 1 ساعت سعی میکنم تمامش بکنم. بالاخانه سوم اونجا پولس حرف زد کلام خدا رو. یه آقای اونجا بود به اسم افستیخوس نشسته بود بر اون پنجره، هم هوای خنک شب قشنگی رو حس میکرد، هم احتمالا شام خورده بودن، یه خودم خمار شده بود. پولس هم خیلی طولانی میگفتن تمام عهد عتیق از پیدایش تا ملاکی رو میخواست برای اینا باز بکنه، فرصت زیادی نداشت. بالاخره این آقای افستیخوس خوابش برد، بعد دیگه کنترل از دستش رفت، از طبقه سوم افتاد. شما حساب کنید طبقه سوم مثلا 5-6 متر دیگه افتاد و با سر و با کله رفت خورد به اون خیابون و مردم یهو دویدن پایین و افستیخوس رفت مرد. رفتن به پولس گفتن که آقا شما موعظت آدم کشت. تا حالا نده بودیم که با موعظه آدم بکشه، ولی شما یه نفر رو کشتی. حالا اینم امروز کی میخواد اینجا از طبقه سوم بیفته؟ خود پولس رو اینو در آغوشش گرفت و دعا کرد و این افستیخوس گفت نگران نباشید، هنوز جونش در بدنشه و زنده شد. و بعد رفتم بالا، خیلی قشنگه میگه با هم دیگه شام خوردم مجدد، افستیخوس رو خورده حال بیارن و بالاخره داستان تمام شد. این برای من این بالاخانه سوم هم سوال بود که خب درسته از جنبه تاریخی اتفاقی افتاد، آیا معنی روحانی هم برای زندگی ما داره؟ همونطور که بالاخانه اول جایی است که ما فروتن میشیم، خم شدن رو یاد میگیریم، شستن پا رو یاد میگیریم، محبت رو یاد میگیریم، خدمت در محبت رو یاد میگیریم، بالاخانه دوم جایی است که روح القدس میاد که به ما یاد بده چطور مثل مسیح تبدیل بشیم، بالاخانه سوم به ما هشدار میده مبادا شما جلوی کلام نشسته باشید، کلام زنده رو دارید میشنوید، خداوند داره صحبت میکنه، خوابتون ببره. امروز در کلیسا خیلی هستن نشستن افستیخوسن، خداوند داره حرف میزنه اما شما خوابید. امروز اتفاقا یک فراخوان باید بدیم به شماها. هر جا من میرم فرق نمیکنه، آلفا اومگا هیچ تفاوتی با هیچ جای دیگه نداره، همه برادران خواهران من هستید. آیا بعضیاتون اینجا نشستید که خوابتون برده؟ یا در تلویزیون خواهید دید، اگه خوابتون برده الان زمانی که خداوند قبل از اینکه بیفتید بیدارتون بکنه، اگر هم افتادید خداوند بیاد به سراغتون بگه بیدار شو. خداوند افستیخوس نمیخواد که تو خیابونا افتاده باشیم، مرده باشیم در اون رابطه حیاتی. خداوند میخواد زنده در حضور کلام، در اون بالاخانه، در مشارکت، در تغذیه و اون هدفی که خداوند برای زندگی ما داره با هم به جلو بریم. آیا در ما هستش افستیخوس هایی که خودتون بهتر میدونید که هستید یا نیستید، که در شرف افتادنید یا افتادید و نیاز دارید که خداوند بیاد شما رو احیا بکنه؟ دو بالاخانه، یکی با فروتنی، دیگری با قدرت، اما اون سومی با احتیاط. فرض نکنید که چون در این کلیسا کلام خدا تعلیم داده میشه که چون همیشه هم اینجا نشستید که افستیخوس نمیتونید بشید. میتونید حواستون نباشه. و اگر میخواید افستیخوس نباشید، برمیگردیم به اون 4 مکان اول: مرکزیت صلیب، اهمیت بدن مسیح، جنگ در ابعاد روحانی و پیروزی با قوت قیام مسیح بر تمام اون سایه هایی که از مرگ در زندگی ما میفته. امیدوارم این واسه برکتتون بود و امسال سالی باشه که افستیخوس ها از تو خیابونا جمع بشن. نمیدونم چند نفر تو خیابونا افتادید و
ولی خداوند در این کلیسا اگه افستیخوس هایی بودن که افتادن، خداوند این افستیخوس ها رو برگردونه، بیستید با هم و در اون پیروزی، در اون چهار مکان و به خصوص اون بالخانه اول، خادمینی که در این کلیسا هستن، به نظر من شما باید یه بار دیگه مروری بکنید از بالاخانه‌ای که هستید. بالاخانه پنتیکاستی عالی است، اما بالاخانه شب قبل از فصح هم بسیار بسیار کلیدی و حیاتی است. آمین. خدا شما رو برکت بده. سر پا بیستیم. من به نمایندگی از پاستور آلبرت و خواهرمان نسرین و دیگر رهبران سپاسگزارم ازتون، ولی میخوام فرصتی باشه که در دعا در مورد زندگی خودمون یک مروری بکنیم. شما در کدومی که از این چهار مکانید؟ فقط صلیب؟ فقط کلیسا؟ همونطور که برادر آلبرت دعا کردن، فقط در جنگ روحانی؟ یا تا آخر میخواید با خداوند بیایید، جدی هستید که میخواید اون عرابه های آتشین رو ببینید، ربایش رو ببینید، میخواید مسح مضاعف رو تجربه بکنید؟ مسح مضاعف در جلجال داده نمیشه، در بیت ایل داده نمیشه، در اریها داده نمیشه، در اون بر اردن داده نمیشه، مسح مضاعف این بره. و آیا بعضی از شما که خادمید یا خدمت میکنید، آیا در اون بالاخانه اول بودید؟ یا کم وقت گذاشتید؟ یه مقدار باید بیشتر تو اون بالاخانه اول باشید. آیا حس میکنید که این بالاخانه دوم حتی میتونه باعث غرور و تکبر بشه و در تفکراتی برید که واقعا مخالف با اراده خداست؟ و آیا هستید اونهایی که مثل افستیخوس در خطر افتادن یا افتادید؟ اینا همه شرایط و وضعیتی است که هر کدوم شما فقط در دل خودتون میدونید در چه وضعیتی هستید. ولی امروز فرصت این هست که شما یک تجدید نظر، تجدید عهد بکنید با خداوند و بگید من تا آخر میخوام با تو بیام و میخوام تمام این راه رو تجربه بکنم و میخوام که در اون بالاخانه اول من یاد بگیرم چجوری باید خدمت بکنم در محبت. همونطور که همه داریم دعا میکنیم، میتونیم چشمانمون رو ببند، بسته نگه داریم که مزاحم کسی نشیم. اگر عزیزی هست که نیاز خاصی داره به این طور دعا و این طور خواسته، نمیخوام بیاین جلو بگیم برای مادر بزرگم که در یه شهرستانی کرونا گرفته و بعد خاله هم همه دارن تلف میشن، دعا بکنید. نه، این دعا رو من فقط برای میخوام اونایی که واقعا جدا میخوان وضعیت زندگی روحانی خودشون رو مروری بکنن و نیاز دارن که یک احیای عهد بشه، یک احیا در تصمیم زندگی روحانی بشه، اون عزیزان میتونن میان جلو و ما باشون دعا میکنیم. اگه هستید، اگر هم نیستید، که خدا رو شکر میتونیم شکرگزاری بکنیم، ولی میخوام که بیاید جلو بدون خجالت کشتن، چون همه ما در چنین شرایطی هستیم و بودیم و خواهیم بود. خدا به شما برکت بده برای این تصمیم شما. فقط و فقط برای این مطالبی که گفتم بیایید جلو. برای مسائل دیگه میتونیم بعداً هم دعا بکنیم. امروز زمانی این هستش که یک تجدید عهد و جدیتی در زندگی ایمانی ما بیاد. از شما دعوت میکنم که اولا شخصاً به خداوند بگید در چه وضعیتی هستید. من نمیدونم، این قدرت تشخیص هم ندارم، ولی به خداوند همین الان در دلتون آهسته بگید من در این جا هستم و جام درست نیست. آیا در جلجالید؟ فقط صلیب؟ به خداوند بگید من میخوام با تو بیام. آیا در بیت ایل هستید؟ میخواید به جلوتر برید؟ انبیا میگن آقا بیشتر از این نرو، کافیه. نه، من تا آخر میخوام برم، اون جلال رو میخوام ببینم، اون عرابه ها رو میخوام ببینم. به خداوند بگید. آیا در اریها هستید و هنوز به اردن نرسیدید؟ بگید کجایید. خادمینی که خداوند رو خدمت میکنید، در بالاخانه اول هستید، بودید،
کافی بودید به اندازه کافی؟ یا سری میخواید بپرید تو بالخانه پنتیکاست؟ خیلی مواظب باشید. افستیخوسا، صحبت من با افستیخوسا است الان. میگه هستید که در شرف افتادن از پنجره یا افتادید، هیچ اشکالی نداره. همیشه یه پولوسی هست که میاد دست شما رو میگیره، در آغوش خودش میگه به نام مسیح بیست. امروز روح القدس میگه بیست. امروز روح القدس دمیده میشه و شما میتونید بیستید برای خداوند. به خداوند بگید، از خداوند بخواید. هاللویا، شکر. آسمان بلند بکنیم و این رو با هم در دلهای خودمون به زبان، پدر عزیز وضعیت منو عوض کن، جایی که هستم برای من کافی نیست، جای منو عوض کن، من میخوام به جلو برم، من میخوام تا آخر برم، من میخوام اون عرابه های آتشین رو ببینم، من میخوام اون ردایی که میفته من اونو تجربه بکنم، من میخوام صلیب مسیح مرکز زندگی من باشه، کلیسا مهمترین چیز در زندگی من باشه، جنگ من با ارتش خداوند متحدن پیروزی کسب، سایه مرگ از زندگی من برداشته بشه، اردن بشکافه، من میخوام اون عرابه ها در زندگی من نمایان بشه، وضعیت من رو عوض کن، جای من رو عوض کن. پدر ببخش منو که من در اون بالاخانه اول زیاد وقت نذاشتم، ببخش که همینطور خواستم بودم به بالاخانه دوم و یاد نگرفتم خم بشم، یاد نگرفتم بشورم پاها رو، یاد نگرفتم که در خدمتم محبت بکنم. ببخش من و اجازه بده برگردم به اون بالخانه اول. میخوام در اون بالخانه اول باشم، وقت بذارم که تو پاهای منو شستی، منم پاهای عزیزانم رو بشورم، خم بشم، نه به من خدمت بشه بلکه خدمت بکنم، و پدر به من اون اتحاد و همبستگی رو در اون بالاخانه دوم با برادران و خواهرانم بده که یک صدا، یک دل، همطور که کتاب اعمال رسولان میگه چندین جا به یک دل با هم در کنار هم کمک کن پدر. و پدر اعتراف میکنم که بعضی موقع من کلام رو شنیدم اما کنار اون پنجره نشستم، شنیدم اما خوابم برده، بیدارم کن به روح القدس، بیدارم کن، دیگه نمیخوام بخوابم. اگر افتادی بگو پدر منو زنده کن، منو زنده کن، من اون شادی و وجد نجات خودم رو همونطور که داوود میگه اونو برگردون به من، من میخوام زنده باشم در حضور تو، کلام تو برای من حیات و تغذیه باشه. پدر مطمئنم که تو میشنوی، مطمئنم که میشنوی، چیزی خارج از اراده تو نیست که من میخوام، این اراده توست. شکرت میکنم که تو ما رو تنها نمیذاری، رها نمیکنی، به سراغ ما میایی، از وسیله های خودت استفاده میکنی، از ظرف هایی چه مرد و زن، چه خادم و معلم و شبان، تو
تو استفاده میکنی برای اینکه حرفت رو به کلیسا بزنی، به فرزندانت بزنی. شکر میکنم پدر که این پیام رو دادی و من شنیدم. میپذیرم به نام عیسی مسیح، میپذیرم و نه فقط میپذیرم بلکه قول میدم که اطاعت کنم، قول میدم جدی باشم، قول میدم که اون فرزندی باشم که تو میخوایی. و میدونم تو کارهای بزرگی رو باید انجام بدی، هم در زندگی شخصی من و هم در این کلیسا. به نام عیسی مسیح با شکرگزاری این رو میپذیرم. آمین. خدا شما رو برکت بده اگه این دعا رو کردید. به نام عیسی مسیح در قوت خداوند قوی باشید. حالا میتونیم از برادر عزیزمون در گروه پرستش بشنویم.